بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و روح اطهر امام هفتم سلام الله علیه صلوات بلند برسید. روز شهادت امام هفتم سلام الله علیه به عنوان عرض ادب خدمت بی بی دو عالم حضرت معصومه، بحث امشب رو درباره این امام عزیز قرار میدیم. انشاءالله عنایات حضرت برای دنیا و آخرت ما کارساز بشه انشاءالله. به مقدماتی که در این بحث عرض می کنم عزیزان خیلی عنایت کنند. عالم کشف و عالم شهود برای انسان اگر بناس باز بشه و انسان را در این عالم قرار بدند، در یک حالت کلی 4 منشأ داره. گاهی منشأ لیاقت خود فرده، انسانی زحمت کشید، واجبات انجام داد، محرمات رو ترک کرد، به باطن نورانیت داد، نور باطن به دیده ها اومد، از دیده ها پرده ها رو کنار داد، رسید به عالم کشف، به عالم شهود و لاحجابی. این در واقع لیاقت خود او بود و ورود به عالم کشف جزای زحمات او بود. یه حالت دوم جلو میاد برای بعضی ها که خداوند عالم از دیده هاش پرده ها رو کنار میده، اما این رفع حجاب و کنار رفتن پرده ها به خاطر لیاقت او نبود، بلکه مزد عملی بود که انجام داد. کاری کرد خداوند عالم به جزای اون عمل از دیدهاش پرده ای را کنار میده، او را به واقعیتی آگاه میکنه. در مشهد یک کسی در مسجد گوهرشاد بود، داشت به حرم نگاه میکرد. در حال نگاه به حرم و اطراف حرم، خداوند عالم از دیدهاش پرده ها را کنار داد، دید اون چند نفری که کنار حوض ایستاده هستند، تمام اونها به قیافه انسان نیستند، یه قیافه سگه، یکی میمونه، یکی چیز دیگه است. با تعجب نگاه کرد به اطراف، دید در اون گوشه مسجد یه سلمونی داره سر کسی رو اصلاح میکنه. خود سلمونی به قیافه انسانه، اون که داشتن سرش رو اصلاح میکردن اون قیافه حیوان بود. آمد جلو گفت به سلمونی که من چی دارم میبینم، اوضاع چیه؟
سرمونی خندید و گفت تو آینه به خودت نگاه کن. میگه آینه رو برداشتم نگاه به خودم کردم، دیدم خود من هم قیافه انسان نیستم. آینه را زدم زمین، شکوندمش. سلمونی یه نگاه به من کرد و گفت چرا آینه ما را شکوندی؟ برو خودت اصلاح کن. این که در باطن خود انسانیت نبود و در باطن وجهه حیوانیت داشت، چرا پرده ها از دیدهاش کنار رفت؟ مسلم این کشف حجاب لیاقت او نبود. انسان که در باطن حیوانه، این واقعیت ها را که لیاقت نداره. این حتما یک کاری کرده بود، خداوند عالم به مزد اون کار از دیدهاش پرده ای را کنار داد تا خود را ببینه، از حیوانیت باطن با خبر بشه، دنبال بره خود را اصلاح کنه. این در واقع مزد عملی بود که خداوند عنایت کرد به او. این قسم دوم. قسم سوم جلو میاد که خداوند عالم از بعضی ها رفع حجاب میکنه و رفع حجاب نه به خاطر لیاقته و نه به خاطر مزد عملیه، بلکه برای اتمام حجتیه. خداوند عالم بر او حجت رو تمام میکنه که فردای قیامت نگه اگر اوضاع این طور بود من میدیدم ایمان میآوردم. در کتاب مدینة المعاجز در اونجا از این نوع سوم چندین جریان نقل میکنه. یه خداوند عالم از دیده های ابی بکر پرده ها رو کنار داد، پیغمبر رو دید بعد از وفات پیغمبر، که پیغمبر خطاب به او ابی بکر چند بار بهت گفتم از علی تبعیت کن، راه او رو برو، با او مخالفت نکن. با یک عتاب و یک خطابی پیغمبر به ابی بکر فرمود، میگه لرزه به جانم افتاد از آنچه پیغمبر بهم فرمود. این یه رفع حجابی بود از دیدای کسی را که خبیث‌ترین افراد عالم وجوده. و یا درباره خود خلیفه دوم، اون شقیی را که نظیر او عالم وجود به خود کم دید، اواخر عمر به پسرش عبدالله ابن عمر میگه برو بگو علی بیاد. گفت بابا تو رو با علی چه کار؟ تو عمری با او مخالفت کردی، الان چی کار با او داری؟ گفت پسر، این لحظات آخر عمر از دیده ها پرده ها رفت کنار، قعر جهنم را دیدم که چاهیست، درون اونچا چندین تابوته. ابی بکر را در تابوت اول دیدم، معاذ بن جبل را در تابوت دوم دیدم، تابوت سوم خالی است، میدانم جای منه، به علی بگید بیاد من با او کار دارم. ها این رفع حجاب از دیده های مثل عمر و ابی بکر فقط اتمام حجته که قیامت نگند بی خبر بودیم. میگه حجت بالغه خدا، علی بن ابی طالب بودن با حجتی محکم، با اینها علی احتجاج کرد، اما باز برای این که چون و چرا نکنه صحنه را هم نشونش دادن. این کشف حجاب به عنوان اتمام حجته. یه نوع چهارم جلو میاد که این نوع چهارم را برای همه ما روزی انجام خواهند داد. اون نوع چیه؟ اون ورود به عالم شهود بعد از مرگ. الان این عالم برای ما عالم حجابه. ما
ماها الان خیلی از واقعیت‌ها را نمی‌بینیم چون به دیده‌هامون پرده‌های حجاب افتاد، ما را محجوب کرد، ما را در پشت پرده‌ها برد، الان ما نمی‌بینیم. اما وقتی را که مرگ انجام بشه، ما از دار دنیا بریم، وارد عالم آخرت بشیم، عالم آخرت برای همه ما بلا استثناء عالم شهوده. پرده ها کنار میره، آنچه واقعیات عالم هست به ما نشون میدن، آنچه در دنیا در حجاب بودیم بعد مرگ رفع حجاب و کشف حجاب همه چیز رو خواهیم دید. اما این شق چهارم هم ورود به عالم شهودی است، نه به لیاقت ما، نه به زحمت ما، نه به همت ما. ملک الموت میاد قبض روح میکنه، وقتی تعلقات روح از این بدن رو پاره کرد، روح را به عالم شهود میبرن. از این چهار قسم اونی که مهمه قسم اوله. انسان به لیاقتی را که با زحمات پیدا میکنه پرده ها را کنار بده. قسم دوم مزد عملی بود، خیلی مهم نبود. قسم سوم که اصلا اتمام حجت بود. قسم چهارم هم که ما را بردن، نگه خود ما رفته باشیم. ولذا اون قسم اول مهمه، ورود به عالم شهود با اختیار، با اراده و با کسب لیاقت. روی این جهت باید ماها کاری کنیم، به مقامات الهیه دست پیدا کنیم، به اراده خودمون، با همت خودمون، تا برامون مقام به حساب بیاد. این یک مثال. به مثال دوم باز دقت کنید، چطور یک عمل فی نفسه مهمه، اما چون بلا اختیار هست برای ما مقام به دنبال نداره. اگر همون با اختیار بشه برای ما مقام به دنبال خواهد داشت. مثل چی؟ الان همه شما عزیزان که در حالت بیداری هستید، روحتون به این بدنتون توجه کامل داره. این توجه کامل روح به این بدن باعث شد علاوه بر دستگاه‌های درون بدن، دستگاه‌های ظاهری هم کار کنه. چشماتون ببینه، گوشهاتون بشنوه، فکراتون کار کنه، زبان به تکلم در بیار، دست و پا کار ارادی کنن. اینا تمام به کار افتادن مال توجه روح به این بدنه. زمانی که انسان به خواب میره، توجه روح به این بدن مقداری کم میشه. توجه به بدن که کم شد، مقداری از قدرت روح به روح برمیگرده. روح قدرتی را که در حالت بیداری از دست داده بود، در عالم خواب مقداری به دست میاره. اون قدرتی را که روح در عالم خواب به دست آورد، از چه راه به دست اومد؟ از این بدن توجه را کم کرد. توجه به این بدن که کم شد، ببین در عالم خواب چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه، زبان تکلم ارادی نداره، دست و پا حرکت ارادی نداره، مغز و فکر انسان کار نمیکنه. اینا همه مال اینه، توجه روح به این بدن کم شد، این دستگاه ها از کار افتاد. توجه از این بدن که کم بشه، رو انگار از بندها مقداری آزاد شد. وقتی از بندها مقداری آزاد بشه، اون قدرت عجیبی را که داشت مقداری ظاهر میکنه.
چطور ظاهر میکنه؟ علاوه بر این که بر این بدن مادی توجه و تصرف داره، در یه دونه قالب دیگه به نام قالب مثال در اون قالب هم تصرف میکنه. ولذا شما در عالم خواب هم با این بدنتون کار دارید، این بدن نفس میکشه، قلب به جریانش ادامه میده، خون تو بدن حرکت میکنه، غذای خورده هضم میشه، تمام دستگاه داخل داره کار میکنه، هم به این بدن توجه و تصرف دارید، هم در قالب مثال تصرف میکنید، با اون قالب سیر میکنید، اینجایید، مشهد میرید، مکه میرید، کربلا میرید، گاهی از عالم دنیا عبور به ملکوت میرید، بهش جهنم، یک چیز عجیب غریبی سیر میکنید. در واقع روح شما در دو تا قالب تصرف کرد، یک قالب بدن، دو قالب مثال در عالم خواب. انسان بخواد در قالب مثال تصرف کنه، مقام بالایی میطلبه و اون مقام بالا از این بدن مادی تعلق را کم کردنه. در عالم خواب این کار، این مهم انجام میگیره، اما به اختیارتون نیست. زمانی که میخوابید کار انجام میگیره، ولی خوابیدن به اراده شما نیست. شما تا رخت خواب میرید، درازم میکشید، مهیای خواب هم میشید، اما لحظه خوابیدن بدون ارادتون میخوابید. اگر یک بار تصمیم بگیرید که با اراده بخوابید، خواب از سرتون میپره، خوابتون میره. ولذا اصل تصرف در قالب مثال به خاطر کم شدن تعلق به این بدن مادی است، و این کم شدن تعلق به بدن مادی در عالم خواب به اراده شما نیست. چون به اراده شما نبود، سیرتون به اراده شما نیست. کی سیر کنی؟ به اراده شما نیست. به کجا برید؟ اراده شما نیست. از سیر کی برگردید؟ اونم باز به اراده شما نیست. اینها چرا به ارادتون نبود؟ زیرا اصل خود خواب به اراده شما نبود. اما منشأ چی بود؟ تعلقات از این بدن کم شد. وقتی تعلقات کم شد، اون حال سیر ایجاد شد. اگر انسانی بتونه تعلقات رو از این بدن کم کنه با اراده، عالم خواب همه چی بود، سیر بود، تصرف در دو تا قالب بود، اما بی اراده بود. شما اراده نداشتید، لذا اون کار براتون مقام به دنبال نداره. اگر همین عمل با اراده انجام بشه، به این معنا که تعلقات رو از بدن مثل حالت خواب کم کنید با اراده خودتون، یه اراده کنید تعلق از این بدن ضعیف بشه. اگر این کار انجام شد، او را در اصطلاح خلع بدن یا تخلیه روح میگن، که اون همون حالت خواب، کم کردن تعلقات از این بدن مادی با اختیاره. وقتی با اختیار شد، اون وقت میتونید با اراده خود هر موقع شما اراده کردین تو قالب مثالتون تصرف کنید، با اون قالب سیر کنید. چون اصل کار به دست شما بود، کی تو قالب برید دست شماست، کی سیر کنید دست شماست، به کجا برید دست شماست، کی برگردید بیایید دست شماست. تمام به اراده، چون منشأ با اراده بود. یه بنده خدایی رو به یک آپارتمانی محکم بستن، او را 3-4 نفرم
کنارش به پای او بودن که از جاش حرکت نکن، جایی هم نره. در یک ساختمان دور 500 متری یه عده در اونجا بودن، اتاق را به یه فرمی درست میکردن. اتاق را چه فرم درست کنن؟ اونها که با این مرد بودن کاملا بیخبر بودن، زیرا اگر با خبر بودن این انسان شاید با ذهن خانی از هان را بخونه اینها در ذهنشون از اون آپارتمان چه تصویری دارن. اینها را از اوضاع بیخبر گذاشتن، او را به تختی هم بستن، بوده الان یک سیر کن ببین اونور ساختمون چه فرمیه. یه خلع بدن کرد، از خود کنده شد، رفت به اون ور ساختمون سیر کرد، برگشت آمد گفت در اون ساختمون این چند نفر بودن، میز فلان جور بود، صندلی فلان فرم بود، تمام تشکیلات آنجور که بود بیان کرد. این یعنی خلع بدن یا تخلیه روح، سیر به اونجا با قالب مثال. این مقامه. چرا؟ چون این حالت خوابه، از بدن تعلقات را کم کردنه، اما در این خلع بدن عمل با اراده انجام میشه. در حالت خواب همین عمل هست بدون اراده، زاد در عالم خواب مقام نمیدن چون بلا اراده هست، اینجا مقام میدن چون با اراده هست. با این دو مثالی که عرض کردم خواستم برای عزیزان این مطلب را جا بندازم. اگر مقامات معنوی با اختیار برای انسانی حاصل شد، این مقامات به دنبال داره. حالا در روایت آمده تخلقوا به اخلاق الله، خود را به اخلاق الهی متخلق کنید. خداوند چه صفاتی داره؟ خود را به اون صفات بیارایید. خب اگر من بخوام به اخلاق الهی خود را بیارایم، خود را مزین کنم، یه الگو میخوام، الگوی من کی؟ یا در روایت آمده ادبو به آداب الله، خود را تربیت کنید به آداب الهی. اگر خودم را بخوام تربیت کنم به آداب الهی، الگو میخوام، الگوی من کی؟ ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین، اینها الگوهای بارز، مظاهر بارد و اتم و اکمل صفات الهی هستند. عنوان مثال خداوند عالم از نامهای مطهرشون یا صابره. میخوام خودم را به صفت صبر مزین کنم، الگو میخوام، به صبر علی بن ابی طالب نگاه کن که مظهر قدرت خداست، مظهر غیرت خداست، مقابلشن دارن زهرا رو میزنن، اما صبر اینجا برای نجات اسلام لازمه، این مظهر حق صبر میکنه. به الگو نگاه کن، این الگو رو بگیر برو جلو. همینطور حلم، همینطور رضا، همینطور جود، همینطور سایر صفات، از جمله صفات امام هفتم را کاظم لقب دادن، زیرا زبست این حضرت حلیم و کظم غیظ میکرد و خشم برای خدا فرو میبرد. خب اگر ما بخواییم به این کظم غیظ برسیم و خشم را کنترل کنیم، آنجا که باید خشم اعمال بشه همجا اعمال کنیم، الگو میخواییم. الگوی ما کی؟ ائمه اطهار امام هفتم سلام الله علیه. یه مردی بود زمان امام هفتم سلام الله علیه، در برابر حضرت خیلی بیادبی میکرد، گاهی هم به حضرت دشنام میداد. یه بار اصحاب بلند شدن او رو با شمشیر بزنن، آفرمود که آرام باشید. اونها به فرموده امام آروم گرفتن،
اما دیگه از غضب تو پوست آروم نداشتم. این مردی که به حضرت دشنام میداد یه زمین زراعتی داشت. یه بار حضرت سوار بر مرکبشون شدن، رفتن به زمین این بنده خدا. این مرکب از این زمین زراعی عبور کرد، اونم داد بیداد نیا، کشت من رو نابود کردی، اینجور چرا میاف، از فلان راه بیا. آرفتن کنار رو نشستن، گفتن که برای این زمینت چقدر خرج کردی؟ گفت 100 اشرفی خرج کرده. گفت چقدر امید داری عزیز دیگه به دست بیاری؟ گفت برکت با خداست. گفت میدونم برکت با خدا، تو چقدر امیدت هست؟ گفت من امیدم اینه 100 اشرفی خرج کردم 200 برداشت کنم. آفرمونه که این 300 اشرفی از آن تو، زمینم مال تو. تا این جمله رو گفت او فحش داد، دشنام داد، بعد گفت آقا اینجور برخط بلند شد و سر آقا رو بوسید و گفت خدا بهتر میدونه که رسالت رو به دست چه کسی بسپاره. این کظم غیظه. مرد از شام میاد تو مدینه، یا آقا فلان راه کدوم طرفه؟ آقای سر راه قرار گرفته، فرمودن که از فلان راه برو به فلان جا میرسی. این دید که این آقا خیلی عالی تمیز متین جواب داد، گفت آقا شما کی هستی اینقدر عالی به هم جواب دادین؟ فرمود انا حسین ابن علی، من حسین فرزند علی ابن ابی طالبم. تا فرمود انا حسین ابن علی یه نگاه کرد و آقا شما چی گفتید؟ فرمود انا حسین ابن علی. دید این حسین مثل همون علیست که معاویه هر دو را دشمن داره. ها این مال شام بود، اون تبلیغات مسموم معاوی در ذهنش نوار مانن گشت و گفت حسین پسر علی تویی؟ فرمود آری. این نانجی آنچه فوش بلد بود نثار کرد. حالا یا فوشهاش تموم شد یا از فوش گفتن خسته شد. وقتی را که آرام شد، آفم یا اخل عرب، ای برادر عرب، از راه اومدی خسته ای، به منزل ما بیا، یه استراحتی کن، یه غذایی بخور، بعد با هم صحبت میکنیم آیا این فوش مال ما بود یا مال ما نبود. یه نگاه کرد و گو یا حسین این همه فوش بهتون گفتم یه خودتی هم نداشت که خودتی؟ تازه برادر عرب، به خانه ما بیا، استراحتی کن، غذایی بخور، تازه با هم صحبت کنی این مال ما بود یا مال ما نبود. گو یا حسین به خدا قسم قبل از این برخورد من با شما، تو و بابات منفورترین افراد تو ذهنم بودید. همین یه دونه برخورد نشون داد که به ما در شام دروغ گفته بودن، شما آنطور که میگن نبودید. این حلمه، این صبره. اگر بخوایم حلیم و صابر بشیم باید به این الگوها نگاه کنیم. اگر بناس کاظم بشیم، کظم غیظ کنیم، با این الگوها نگاه کنیم. اگر دنبال این الگوها رفتیم و باطن رو به این مظاهر صفات خدا رنگ دادیم، آنچ امام هفتم بود، ائمه طاهرین بودن، اگر خود را به این ملاک انداختیم، کم کم عنایات الهی هم بالا سر ما شروع میشه. چون داریم به مبدأ نور و مظهر نور نزدیک میشیم و هرچه انسان به مبدأ و مظهر نور نزدیک بشه، عنایات هم بر جان او عظیمتر و بالاتره. علی ابن یختیم از اصحاب حضرت در دربار هارون بود. خب کسی بود که به بیان ساده ساده
بعد از هارون الرشید شخصیت دوم در بغداد ایشون بود، اینقدر مهم بود. حضرتم این بزرگوار خیلی عنایت داشت. حالا یک جریان براتون نقل کنم، بعد ببینیم این عنایت ها را به هر کسی که نمی کند. خب علی بن یحیی بین مردم با عمال حکومتی رفت آمد می کرد. عمال می اومدن در خانه شیعه ها، آنچه اموال بود ضبط و ثبت می کرد، می گرفتن می زدن برای خزانه می بردن. ابن یحیی هم با تشر داد بیداد فریاد، آخر شب برمی گردد و اینطور شیعه ها رو تو دربار حفظ می کرد. یه شیعه پاش گیر می افتاد تو بعد بیرام می کرد، اما در مقام خلاصی و آزادیش کار رو تموم می کرد. دور بری ها گفتن که بابا هارون، این ابن یحیی شیعه هست، ما تو آستین داره بزرگ می کنی. این شیعه هست، به موسی بن جعفر وابسته است، این تمام هدفش تو رو سرنگون بکنه. هارون زیر بار نمیگو بابا من چند تا کار باش میکنم، من گفت یه بار امتحان کنین. گفت چه امتحانی؟ گفت وضوع شیعه ها با سنی ها فرق میکنه، یه جای ترتیب بده این فقط خود باشد و خود اهل دور بر نباشد، یه امتحانش بکن. قرابین گذاشتن که دیگر ابن یحیی بیا، این خزانه دولتی پولهای زیادی از دست ما حساب در رفت، یه هفته چند روز یه همینجا باش، صبحانه نهار شام از مطبخ سلطنتی برات میارن، همینجا باش و همینجا استراحت کن و به کارها برس. من یه هفته مسافرت میخوام برم، میخوام برم مسافرت برگردم بیام، این دخل خرج ما چیه؟ درم بسته است، احدی تو نمیاد احدی بیرون نمیره. قرار بین گذاشتن. ابن یحیی حالا از موضوع بیخبره، تمام میکنه توطئه هست بیخبره. یه بار نامه میاد از امام هفتم سلام الله علیه، ابن یحیی به محض اینکه نامه به دست رسید به فرم اهل عامه وضو بگیر. خدایا امام فرمود تو سنی ها وضو بگیرم، فرمان امامه، باید بگم چشم. او را بردن به اون دار اماره و تو محفظه خزینه و در را بستن، همینجا بشین، پولها را شمارش کن، حساب کتاب تحویل بده، همینجا بخور، همینجا بخواب، همینجا عبادت که تا ما برگردیم بیاییم. احدی از این در تو نمیاد، احدی هم بیرون نمیره. در را بستن و رفتن. اما هارون رفت بالا یه دونه پنجره صحنه را ببین. این موقع نماز شد، خود در که بسته است، کسی هم که نیست. ابن یحیی آمده آسین زد بالا، صورت را فرم سنی ها شست، دست از انگشتا طرف مرفق ای فرمی شست، برای مسح سر کل کله را شست، برای مسح دو تا پا این سنی ها وضو گرفت. یه نگاه کرد و او یا للعجب، اتاق در بسته، کسی هم نیست. اگر ابن یحیی شیعه بود شیعه ها وضو میگیره، پس این در واقع با اهل بیت نیست. آمد و او را بغل کرد و بوسید، گفت تمام برای امتحانی بود، دیگه درباره تو حرف عهدی رو قبول نمی کنم. ابن یحیی آمد برای منزل، یه نامه رسید به هفتم، ابن یحیی از این به بعد مثل شیعه ها وضو میگیر. سر به سنگ، اگر انسان افتاد تو خط اهل بیت سر به زنگاه ها زیر بالشون میگیرن. حالا بینی بین الله یک همچین عنایت خاصی به هر کی میکنن؟ به هر بی سر و پا آقا اینجور توجه میکنه؟ حالا این ابن یحیی، حالا یه نمونه از اینور براتون بگم، کی بود این بزرگوار که اینطور در حقش عنایت داشت؟ این کی بود؟ یه بار رفت
به مدینه، خب ابن یختین بهانه میکرد مکه رو، بیا مکه زیارت، بهانه میکرد زیارت قبر پیغمبر رو بعد مکه بر مدینه میامد. در دلهای شب میرفت خدمت امام علیه السلام، جرای کار گزارش میکرد و آقا این کار کردم، دستور بعدی چیه؟ از امام هفتم برنامه کار میگرد برای بعد خودش. یه سال همین کار کرد و رفت مدینه و دلشت بر خانه آقا در زد، آقا در رو باز نکرد. شب بعد اومد در زد، باز آقا در رو باز نکرد. شب سوم اومد در زد، باز آقا در رو باز نکرد. فهمیدن این در باز نکردن یه علتی داره. گفت امام صادق نمیدانم چه کردم که در برام و بابم که گفت که امام هفتم نمیدانم چه کردم که در برام وا نمی کنید، اما به خدا قسم اگه امشب در برام باز نکنید اینجا تا صبح وامیسم. صبح که شد مأمورها میاد، اگر منو اینجا پیدا کنن کار من لو میره که من با شما در ارتباطم و سر منم برباد میره، باید بدونم چرا از من ناراحتی. از اون ور خانه اون هفته فرمود که علی بن یختین صفان جمال با تو کاری داشت، دور و بریاد راهش ندادند و بیرونش کردند. صفان از ما بود، چرا برنامت اینه؟ آقا والله بیخبر بودم نمیدونستم. فرمود که ما همین قدر ازت داریم، چرا نباید با خبر باشی؟ آقا الان چه کنم؟ باید بری دل او را به دست بید. آقا اینجا مدینه هست، مدینه کجا؟ او در بغداد کجا؟ چطور برم؟ همود برو کنار بقی، یه اسب سفید اونجا ایستاده است، بعد اون اسب سوار بشو، چند لحظه بعد به بغداد میرسی، برو اوضاع رو جبران و تدارک کن. آمد کنار بقی و اسب سفید آماده بود، سوار بر اسب شد، چند لحظه بعد دید بغداده. رفت در خانه صفان جمال، در حالا جمال یعنی چیز، این شتر بود، شتر به کرایه میده از مردم پول میگیره، مثل بعدی هم ماشین یا موتور یا دوچرخه کرایه میدن، این شتر کرایه بده بود. در زد و در نیمه های شب صفان دروا کرد، یالن عجب علی ابن یختین شخصیت دوم در مملکت ای در خانه آمده، دیگران میخوان ببینن تو کاخش، نمیرسن، وقت نمیده. اینجا گفت آقا شما اینجا آمدید؟ گفت صفان از من ناراحتی؟ یه نگاه کرد و گفت که آقا نه، گفت که مولایم فرمود آره تو میگی نه، گفت من آمدم کارت داشتن منو به وسعی بیرون کرد، دلم گرفت، اما آقا الان که آمدی دیگه دلم با شما مهربان شد. گفت من میخوام به امام هفتم مدرک ارائه بدم که تو از من راضی شدی. گفت چی کار کنم؟ شما رو به جان زهرا دقت کنید. گفت سلام برو کفش پات بکن، رو کفش پاش کرد. علی ابن یختین وزیر بعد از هارون الرشید گفت من رو زمین دراز میکشم، تو با کفش رو خاک ها راه بیا، با همون کفش خاک آلود پا رو صورت من بذار، صورتم از خاک کفشت خاکی بشه، اینو ببرم به مدینه به آقا نشون بدم، آقا این علامت که از من صفان راضی شد. گفت آقا این کارها چیه؟ گفت غیر این راه نداره. دراز کشید، او کفش پاش کرد، راه افتاد، پای خاک آلود با کفش رو صورت او گذاشت، محاسن و صورت خاک آلود شد، برن چه گفت ممنونتم. با همون اسب آمد مدینه، رفت در خانه امام هفتم در زد، آقا فرمود با این عملی را که انجام دادی ما را از خودت راضی کردی. چند تا من حاضریم؟
برای رضای امام زمان این خود را پایین بیاری. بیخود که کسی علی بن یقطین نمیشه، بیخود که سر به زنگاه آقا دست او را نمیگیره، بیخود که وکیل خاص او نمیشه. اگر بناس عنایت آقا بیاد بالای سر، از خود باید بگذری، باید مولا نگر باشی تا مولا یه نگاه بهت بندازه. اگر خود نگر شدی با مولات کاری نداری. ها این کارها رو کردن درد روش موها کردند و عنایات عجیبی کردن به اونهایی را که اهلش بودن و حضرت رو به حق اهل بیت قسم میدیم، به حق مادرشون زهرا قسم میدیم که شد دست ما را هم بگیرن انشاءالله. ما اگرچه بدیم آب خودتون قسم دلون میخواد خوب بشیم اگرچه بدیم، و بازم میداریم تا نگاه به ما نندازند کاری نیستیم ما. ای کسی که به یک نگاه خاک را کیمیا میکنیم، به حق مادر زهرا یه نگاه به ما بندازند. امروز شهادت این بزرگوار بود، خیلی آقا را مظلومانه شهید کردند، خیلی. این زندانی که اواخر کار آقا را بردن، انشاءالله اینجا تاریخ اشتباه میکنه، میگن زندان یک سیاه چالی بود، نمور کنار شط فرات بود، نمور بود. در اون زندان نمور به دست پای آقا کنده های زنجیر بود و سقف زندان کوتاه بود، آب ایستادن قادر نبود. کف زندان کوچک بود، آب پا دراز کردن قادر نبود. یه همچین حالی این اواخر پیش حضرت، از دخترشون حضرت معصومه عذرخواهی میکنم این حرف رو دارم میزنم، چون میدانیم حضرت معصومه الان به جلسه ما نظر دارند و اول گریه کن امروز دخترشه، ای داره ناله میکنه. اگر این حرف رو به زبان جاری میکنم از محضرشون عذرخواهی میکنم. میگن یه شبی امام هفتم در زندان بود، یه بار یک عنایتی کرد به زنجیرها، زنجیرها از بدن کنار رفتن تمام باز شدن، دیدم چند لحظه بعد آقا در زندان نیستن. خدایا الان هارون بیاد بگه موسی بن جعفر کجاست، من چی بهش بگم؟ دیدم چند لحظه بعد برگشت، داره با دستان مبارک حول زنجیر به گردن میدید. آقا کجا رفته بودی، کجا بودی؟ فرمود دلم برای رضام تنگ شده بود، رفتم یه نگاه به رضا انداختم و برگشتم آمدم. مثل امروزی گفتن که آقا از زندان آزاد میشه، یه تختی را تابوت مانم آوردن. باز انشاءالله این که دارم میگم سندیت نداره، آنچه برام نقل کردن دارم بگم انشالله سندیت نداره. گفتن اون تختی را که بدن مطهر آقا بالای تخت بود، اندازه تخت از قد آقا کوچکتر بود و سر آقا یه ور آویزون بود و پای آقا یه ور دیگه آویزون بود. این بدن عزیز خدا را اینجوری آوردند. یا للعجب، این بدن که نحیفه، این بدن که ضعیفه، چرا اینقدر سنگینه؟ پرده ها را کنار دادن، یه هنوز قل و زنجیر به بدن آقا آمده. سلیمان نامی از شیعیان حضرت میگه تو قصد تو تختش نشسته، یه چهار تا حمال در یک بدن را قریبانه مظلومانه میارن. گفت به غلام که با این بدن بدن کیه؟
اینقدر دارن غریبانه میارن. این غلام رفت و دوید آمد گفت سلیمان چرا آرام نشستی؟ گفت چه خبره مگه؟ گفت این بدن موسی بن جعفر دارن میارن. سلیمان پرید پایین، جنازه رو متوقف کرد، بعد غل و زنجیرها را باز کردن. یک کفنی داشت که کل قرآن به تن اون نوشته بود، اون کفن رو آوردن، بدن مطهر آقا رو بون کفن پیچیدن، با عزت و جلال و عظمتی تشییع کردن. شیعه ها اومدن، اون شارع و خیابانی که بدن آقا رو تشییع کردن اونقدر گل ریختن، او را شاور و ریاحین نامیدن، بدن با عزت و جلال دفن کردن. اما جانها برای امام حسین بسوزه، نه کفنی بود نه تشییع کننده ای بود. یه دونه حسیر پاره آوردن، بدن حسین رو روی حسیر پاره گذاشتن. کفنی در کار نبود، زائری نبود، تشییع کننده ای نبود. امام سجاد به درون قبر رفتن، بنی اسد دارن نگاه میکنن، دیدن آقا بدن رو جا به جا کرده، ولی رگه ها ولی لب ها رو روی رگه های بریده حسین گذاشت. دور مناجات مقیم از داغ تو سوخ جان موسای کلیم، با یاد حریم تو بسی اسماعیل دادیم زبیح یا ابا ابراهیم. بیاد کاظمین بیاد حرمش، کنار حرم دخترش فاطمه مظلومه، عاشقان آقا موسی بن جعفر. امروز جاتون خالی بود کاظم، امروز جاتون خالی بود کنار زندان بغداد. انشالله شبی که ما رو تو قبر میگذارند و آقایی که وقتی شکیته وعده کرد از عالم دنیا رفت، تشریف بردن نیشابور و در تشییع شرکت کردند و نماز گذاردند. فرمود به شیعیان ما بگو هر کدام از شما هر کجا از عالم دنیا بروید ما میاییم، شالا با عنایت میکنم در حقتون. گریه کنای آقا ای بنای علم عبد و امان را بامی بیز رخسار تافاق همه نورانی، تو امین اللی و بر در بیت و شرفت هست جبریل امین را شرف دربانی. آقا جان آن جمال ملکوتی که تو داری به ملنگ از تماشای رخت دست ادهیرانی، اما از فشار غم و اندوه به تنگ آمده بود روح بطی تو در کار و درسانی. عزت خدا امام قل و زنجیر به پای مبارکه، اما
با خدا مناجات میکنه. آقا جان آب شد شمع وجود تو و خون شد دل تو، بعد از ظلم متانی رو شب ظلم می حضرت آجای زمت کن و بعضی از علما عزیزان می دونن مطموره یعنی چه. دیده اید وقتی چاه می کنن نقد می زنن، این نقدی که در چاه می زنن اینو عرب مطموره می گه. آقا رو تو مطموره ی زندان جای داده بودن، فاطمه ی مظلومه عوض می خواه می بینی. آه درک الله، وای از ظلم مطامیر و شب ظلمانی. ای کلام لعلاته که هر آینه توی کلمه طیبه در معرفت قرآنی، حفظ و تبعید به فضای تو محبوب ترند که اجابت نکنی دعوت مجدی جانی. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علی المعذب فی دار السجون، انشاءالله کاظم مشرف بشی و در صلوات مرویه حضرت بخوانی زیارت نامه را. السلام علی المعذب فی دار السجون و ظلم المطامیر ز ساق مرزوز به هلم القیود و جنازت المنادا علیها به ظل الاستخفاف الوارد علی جده المصطفى و ابیه المرتضى و امه سیدة الرضا. سبحان الله، وقتی هم اومدن بدن رو بردارن، دیدن بدنی که اونقدر لاغر شده، بدنی که اونقدر نهیب شده سدگینه، وقتی اما رو کنار زدن دیدن هنوز کن به پای بابا. همه بگیم ای غریبا پا شب عزاستون، چند شعر رو بخونم و شما به سینه بزنید، با فاطمه معصوم ابناله بشید. معمولا هر خانواده عزیزی رو از دست بده، وقتی شب میشه همه جمع میشن دیدن هنم شب. آقا علی ابن موسر رضا نیومدن، هر شب تو دهلیز خانه میخوابیدن، هم آخر شب نجری باوردن. آبا جان کجا بودی؟ غریب من مظلوم فرماید بابای مظلومم رو کشتن. بوده که زندان یوسف دیره چون زندان من، بوده که زندان یوسف دیره چون زندان من. ای آقا جان من
خوشا به حال اون عزیزانی که امشب کنار حرم آقا علی جبن موسر بداست. اما ما هم دلار رو بر میداریم و میریم کازمه یک سفر روحانی به یاد همه گلهای سربرمون شهیدانمون عبده بسیج اشروع امشون شاد بشه شادی روح امام راهمون علمای گذشته و انبات این جمع بانی مکرم شالله روح امشون شاد باشه کنار زبه مولاشون موزب نجبر متنعم باشن یا الله و سراع فی دهر سجون معذبا کجال و المکنون در بهاری شاعر عرب میگه اگه با چشم دل نگاه کنی میبینی آغاز موسف جعفر در سیاه چال آی زندان مثل در مکنونی که در ته دریاز ایام او مثل لیالی مظلمه روزهای آقا مثل شب تار و نجوم او دمان کلون جاری همه ستارگان آن شب هم قطرات عشق از رد کل عرش هم ملفا و غرب حامل نور الاله راه الابصاری یه وقت هم یاجاتون خالی بود ادهی از قوم رفته بودن این قوم از جمعار سر بلند بودن از یاور رهبر قوم از قوم بوده از الگو قوم بوده از در آمد به همه خلق و شیعان و
مخصوصاً پاسداری از حریم ولایت قوم بیشتاز بوده جمعاً به خودشون وعده میدن گفتن آخه فردا آقاتون از زندان آزاد میشه یه وقت امروز دیدن در زندان باشد چهار نفر غلام بدلی رو قریبان روی تخته در منادی به داویده از آبار آمد نفس بر بود دیدم بدل آقاشون موسف زفر است اما شنیدی سلیمانی پیدا شد و کفنی که تمام قرآن بر اون نوشته شده بود بر بدن حضرت روشان بدن اون زمین گذاشتن اونقدر گل بر این بدن ریختن که الان سوق و ریاحین در کاظم معروف است یعنی بازار گلها اونقدر عد ریختن گلاب ریختن گل ریختن اما جان همه عالم به فدای آن حسینی که بدن از زیر شمشیر شکسته نیزه شکسته خواهر هی میکرده آخ مال من یک نشانی در بدن داشت یکی گیران کهنه به تن داشت آخه شهید رو میگن هر لباس به بدنش با همون لباس زد کنید همون لباس با همون لباس بردای قیامت محشور میشه اما حتی بیراه